گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش‌های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می‌کند دیدگاه‌های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده‌تر برای تقابل اندیشه‌ها به دست آید. نگرش‌های متفاوت را برمی‌تابیم، پاکیزگی کلام را پاس می‌داریم و با هم به گلگشت می‌رویم. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و مجموعاً به مدت 50 دقیقه در خدمتون خواهم بود. در برنامه امروز بعد از مقدمه کوتاه در مورد مسائل روز گفتگو خواهم کرد با یکی از صاحب نظران و دوستانی که همواره لطف کردن و در برنامه من بودن و با اطلاعات وسیعی که دارن نظر بسیاری از شما بینندگان عزیز رو هم جلب کردن به اطلاعات وسیعی که دارن و تجربیاتی رو که پشت سر گذاشتن و کتابهایی رو که نوشتن، مقالاتی رو که می‌نویسن و نوشتن و به هر حال ایرج مصداقی برای بسیاری از شما بینندگان عزیز شناخته شده است. و اما هفته گذشته من صحبتی رو مطرح کردم در مورد کثرت ابتذال، نه فقط در مسئله هنرهای مربوط به هموطنانمون و در لس آنجلس، بلکه به طور کلی اشاره کردم که در امریکا هم این مسئله یک مسئله است که بسیاری از کسانی که در واقع از نظر اجتماعی نگران هستند این موضوع رو مورد توجه قرار دادن و سعی میکنن بهش بپردازن و سعی میکنن که اون رو تا حدودی کاهش بدن. مسئله مسائل ساده و عامه پسند چیزیست که طبیعیست باید باشه، نمیتونه نباشه. عامه مردم بسیاری از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دشوار و پیچیده رو نه علاقه بهش دارن و نه شاید باش آشنا هستند. ولی مسئله تفریح، مسئله طنز، طنز سبک، مسئله نمایشنامه ها، موسیقی و سایر هنرها و نوشتار و گفتارهایی رو که ما در بسیاری از رسانه‌های همین مملکت شاهد هستیم، همونطور که عرض کردم موجب نگرانی بسیاری از کسانی هست که در مورد مسائل اجتماعی فعالیت میکنند. در مورد برنامه‌های تلویزیونی واقعا در امریکا ما یک روند بسیار بسیار سریع رو به پایین رو شاهد هستیم. بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی بسیار سبک و شاید تا حدودی مستهجن که یه مقداری هم این ممنوعیت هایی که در مورد بسیاری از واژه ها و حرکات قبلا وجود داشت، اینا به تدریج داره اون قبح خودش رو از دست میده و عادی میشه به کار بردن واژه هایی که همکنون هم از نظر مقامات مربوط به رسانه های گروهی ممنوعه و اگر کسی به کار ببره اون رو یا سانسور میکنن یا حتی جریمه میکنن. معذالک در بعضی از شبکه های اینترنتی و شبکه های ماهواره‌ای این آزادی عمل وجود داره، برای اینکه هیچ قانونی وجود نداره که اون رو بخواد منظم بکنه، تحت کنترل قرار بده و خود این یک مسئله بسیار بسیار نگران کننده ای شده، همونطور که عرض کردم در جامعه حتی امریکا. در مورد اون چه که من عرض کردم یه چیز کلی بود و منظور فقط جامعه ایرانی نبود، ولی در این زمینه هم طبیعتاً اکثریت عامه مردم بیشتر مسائل ساده رو و سهل الحضر رو دوست دارن که بهش بپردازن تا مسائل پیچیده و غیر قابل درک برای اونها. و
ولی من فکر میکنم که یکی از وظایفی رو که رسانه های گروهی به عهده دارند این هست که سعی بکنند با زبانی ساده همون مسائل پیچیده و مشکل و شاید کمی تلخ رو، تلخ از این بابت که زیاد طرفداری نداره، از این بابت که اون شیرینی و حلاوت عرض کنم مسائل شوخی و طنز و سبک رو نداره، این رو یواش یواش با زبانی ساده با مردم در میون بگذارن که از این طریق مردم رو در بسیاری از زمینه‌هایی که مربوط میشه به زندگی روزمره‌شون لااقل مطلع بکنن. اما درودی دارم برای رسانه‌های گروهی که آمدن و با جدیت، از جمله تلویزیون ایران فردا، تعداد این رسانه‌ها کم نیست، برای نجات ریحانه جباری یک کمپین رو راه انداختن، به خصوص رسانه‌هایی که سعی کردن جنبه سیاسی رو از این موضوع کنار بگذارن و باعث نشن که با جهتگیری سیاسی یک عده افرادی رو که در اون مملکت و در اون رژیم منتظر بهانه هستند و منتظر هستند که موضوعی رو پیدا بکنن و پیله بکنن به اصطلاح و در واقع شاید شدت عمل بیشتری نشون بدن راجع به این زن بیگناه که واقعا داره قربانی میشه به خاطر هیچ و پوچ، 7 سال از زندگی و جوانیش رو در زندان گذرونده، معلوم نیست که چه مسائلی رو تحمل کرده، چه مشکلاتی رو تحمل کرده. در این گونه موارد به میان آوردن مسائل سیاسی که ما هر روز در برنامه‌های مختلف شاهد اون هستیم، به نظر من به عنوان یک نظر فقط عرض می‌کنم این رو، شایسته نیست، به خصوص که مادر این خانم و کسانی که دارن در این زمینه فعالیت می‌کنن همواره تاکید کردن بر این که خواهش می‌کنیم مسائل سیاسی رو وارد این قضیه نکنید، الان جان یک انسان مطرحه، جان انسانی بیگناه، جان انسانی که برای دفاع از حیثیت خودش دفاع کرده از خودش و بعدم معلوم نیست که چه گذشته و شاید هم حالا معلوم نشه که پشت این پرده چه بوده و چه مسائلی رو بعدن ممکنه ما افشاگری بشه راجبش و صحبت بشه و روشن بشه که مرگ این فرد ربطی به دفاعی که این خانم از خودش کرده نداشته. اون چه که مسلمه اون کاری که این خانم برای دفاع از خودش کرده به هیچ وجه چیزی نبوده که بخواد کسی رو به قتل برسونه، اونطوری که تا امروز شواهد نشون میده. و خب درودی هم دارم برای کسانی که در داخل کشور، هم از روحانیون و افراد عادی و به طور کلی فعالین اجتماعی دارن سعی میکنن که این رو به نوعی در واقع این خانوم رو نجات بدن از مرگ. آخرین خبری رو که امروز پنجشنبه من دیدم مربوط به این بود که امکان داره که مسئله اعدام او منتفی بشه. امیدواریم که این موضوع به همین صورت حل بشه و امیدواریم که این خانوم بتونه جان سالم به در ببره از این شرایطی که الان براش به وجود آمده. در مورد مسائل دیگر، مسئله عدم امنیت کافی برای کاخ سفید، فردی که داخل کاخ سفید در امریکا شد و حتی تا پشت در اتاق رئیس جمهور رفت و کسی اونجا و چاقو همراهش بود، میتونست اسلحه گرم همراه داشته باشه، میتونست بمب همراه داشته باشه، اولین بار نیست که به جان آقای اوباما یا برای سوء قصد به جان آقای اوباما اتفاق افتاده. گفته میشه که هیچ رئیس جمهوری در طول تاریخ امریکا تا این حد با تهدیدات متعدد و مکرر روبرو نبوده و این یکی از مسائلی است که این روزا در امریکا
بحث زیادی راجبش میشه. مسئله دیگه که هفته پیش شاهدش بودیم و در موردش صحبت زیادی شده و میشه، مسئله اقدامات کشورهای اروپایی و امریکا برای جلوگیری از ISIS یا داعش، این گروه بیرحم از خدا بیخبر انجام دادن. بمباران ها به نظر میرسه که اثری نداشته و الان حتی رسیدن به مرزهای ترکیه و وضعیت و پوزیشن یا به اصطلاح عکس العمل هایی رو که ترکیه داره نشون میده در مورد مقابله با این گروه، یک علامت سوال بزرگ جلوش هست. آیا پشت پرده ساخت و پاختی اتفاق افتاده؟ یکی از مسائلی که عنوان شده و هنوز به طور کامل تایید نشده این هست که ممکنه که دولت ترکیه برای نجات 30 و چند تن از دولت مردانش که به دست ISIS اسیر شده بودند، 180 فردی رو که وابسته بودند به ISIS مبادله کرده و این صحبت به شدت این روزها مطرحه. باید دید که آیا علارغم این که تمام گروه های مربوط به ناتو و حتی کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهایی که هیچ وقت در این گونه مسائل دخالت نکردن آمدن و برای مبارزه این گروه با این گروه دارن اقدام میکنند، شاید این اقدامات موجب بشه که ترکیه هم مجبور بشه که عکس العمل مؤثری رو انجام بده، چون نیروهای ترک و ارتش ترک ارتش بسیار قوی است و به طور قطع میتونه اثر خیلی مهمی رو داشته باشه برای از بین بردن و یا جلوگیری از پیشرفت این گروه. بینندگان عزیز، من اینجا صحبتامو خاتمه میدم و از شما دعوت میکنم به یک قطعه موسیقی توجه بفرمایید، بعد میریم به استکهلم در سوئد و صحبتمون رو با آقای مصداقی عزیز شروع خواهیم کرد. با ما باشید. روز مرگم همه را مست کنید از می ناب، باده نوشید فراوان همگی مست و خراب، بهر آمرزش من، بهر آمرزش من میکده خیرات کنید، بهر آرامش من غسل دهیدم به شراب. شب ختمم، شب ختمم، نه کسان جامعه خود را بدرند، نه نماز و روزه قضاز ملا بخرند. واعظ و قاری و مداح ورودش ممنوع، مرد شور همه مرد خوراک باید. جمله سیمین بدنان رقص کنان ناز کنند، حیف زیباییشان است لچک باز کنند، همه اموال مرا میکده ای باز کنند، انقدر مست نمایند که در باز کنند. باورم نیست به رکعت که سراسر عدد است، سر خود را، سر خود را و خدا جنس کلاه از نمد است. پارسی نزد خداوند نمازم خوانی که خداوند جهان جمله زبانها بلد. این بهشتی که بگویند مرا مفت گران، این بهشتی که بگویند مرا مفت گران، که ز موسیقی و از می خبری نیست. شاهکارا تو به میخانه بمان، شاهکارا تو به میخانه بمان،
که بهشت هم کشیده است به گند از قبل آقایان. بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه بار دیگر این شانس رو داریم که شاهد صحبت‌های آقای ایرج مصداقی باشیم. آقای ایرج مصداقی برای همه شما شناخته شده هستند. من نیازی به معرفی مجدد ایشون نمی‌بینم. در این برنامه بارها شرکت کردند. من این شانس رو داشتم که بعد در برنامه‌های رادیوییم هر هفته با نکاتی رو که ایرج مصداقی با موشکافی و دقت نظری که داره مطرح میکنه صحبت بکنم، که از موقعی که از اول ماه جون که از رادیو بیرون آمدم این فرصت رو از دست دادم و واقعا دلم تنگ میشه واسه گفته های آقای به قول امریکایی ها I miss him. و این یک بدشانسی من هست که با ایشون و بسیاری از دوستانی که این محبت رو به من داشتن دیگه نمیتونم به صورت هفتگی صحبت بکنم. امیدوارم از تریبون دیگری بتونم این کار رو ادامه بدم. آقای مصداقی سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجازی، همچنین خدمت بینندگان عزیز. تشکر میکنم از اینکه یه بار دیگه فرصت در اختیار من گذاشتید که با هموطنانم همراه باشم. خیلی ممنونم. منم در واقع بحثی به هموطنانم بگم زیاد جدی نگیرن، لطف محبت جناب حجازی نسبت به من در صد برابر تلاش میکنم تجربیات خودم رو صرفا با دوستان هموطنان در میون بگذارم و جناب حجازی لطف دارن. نه آقای مصداقی، من واقعا اونچه که میگم به هیچ وجه جنبه تملق یا مداهنه نداره. من کتابای شما، نوشته های شما و بعدم این فعالیت پیگیری رو که داشتید برای رسیدن به حقوق حقه مردم ما و حقوق بشر به طور کلی، در کنفرانس ها شرکت میکنید، مسافرت میکنید به نقاط مختلف و بعدم تجربیاتی رو که شما داشتید خودش یک گنجینه هست و یک درس عبرتی هست برای کسانی که واقعا نمیدونن چی داره میگذره. و اون چه که شما به صورت یک تصویر، یعنی من فکر کنم کتابای شما یک تصویر گویا هست از واقعیت هایی که با اون تیزبینی که شما دارید، با حافظه بیپروایی که دارید مطرح کردید در نوشته هاتون و به خصوص در کتاباتون. آقای مصداقی، شروع میکنم صحبتم رو با مقاله ای رو که نه چندان قبل، همین اخیراً نوشته بودید در مورد اقداماتی که خمینی کرد و خودتون توضیح بدید که مشابهت‌هایی رو که می‌بینید با وضعیتی که امروز دنیا شاهدش است. بله، خواهش می‌کنم. من اخیراً مقاله‌ای رو نوشتم راجع به تشابه احکام خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی و کشتار نظامیان و سپاهیان در پس از پذیرش قطعنامه 598، و در واقع اینها رو نوعی اقدامات داعش‌گونه که امروز جهان با اونها آشناست و با داعش آشناست عنوان کردم. قصدم هم این بود که بخشی از تاریخمون رو که تاریک مونده یا به اندازه کافی برای نور نتابیده یا تابانده نشده، اون رو تا اونجایی که میتونم روشن کنم و راجع به اون توضیح بدم. ببینید، خیلی در بسیاری از متون رژیم، اسنادشون، ادعاهای بخشی از عناصر رژیم که همچنان از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 دفاع میکنن، بچه اونهایی که به اون نقد دارن یا حتی به خارج از کشور اومدن و به اصطلاح نقش اپوزیسیون پیدا کردن یا بازی میکنند، اینها همگی متفق القولن که کشتار زندانیان سیاسی به خاطر حمله مجاهدین در عملیات فروع جاویدان که رژیم از اون به عنوان مرصاد نام میبره، به خاطر اون خمینی دچار خشم شده بود و این حکم رو صادر کرد، به خاطر اینکه زندانیان سیاسی اظهار شور و شعف کرده بودن در زندانها یا به نوعی تمایل داشتن در صورتی که مجاهدین به تهران برسن به اونها بپیوندن یا هلهله و شادی کرده بودن. در هر صورت اینا چیزاییست که اینا مطرح کردن و به خاطر اون
کشتار زندانیان سیاسی رو سازماندهی کردن. البته به اندازه کافی این دلایل و این بهانه هایی که میارن به نظر من ابلهانه هست و آدم های جدی در واقع نباید خیلی به اینها بپردازن یا توجهی داشته باشن. ولی در هر صورت بسیاری از مردم در جریان نیستن. ممکنه عده‌ای فریب بخورن یا ممکنه عده‌ای فکر کنن که واقعا این حالا صرف نظر از اون بهانه ها همین عنوان میکنن خب در صورت این انتقامی است چون مجاهدین حمله کرده بودن در خمینی در یک واکنش یا در یک حرکت انتقامی کشتار زندانیان سیاسی رو دستور داده و این کشتار انجام داده. منتها من در مقالاتم در کتابهام همچنین در تحقیقاتی که داشتم سخنرانی هایی که داشتم گفتگوهایی که داشتم بارها و بارها تاکید کردم که کشتار زندانیان سیاسی یک برنامه بر اساس یک برنامه‌ریزی از قبل صورت گرفتش، نه به خاطر حمله مجاهدین بلکه پذیرش قطعنامه 598 این پروژه رو کلید زد. پروژه‌ای که از قبل اینها اجرا کرده بودن و اینا تصور می‌کردن بعد از این در واقع بعد از پذیرش قطعنامه دیگه فرصت اجراشو ندارن چون مذاکرات صلح پیش میاد، پای سازمان ملل پیش میاد، هیئت‌ها میان میرن و در اون شرایط نمیشه یهو دیگه چند هزار زندانی سیاسی رو از شهرشون خلاص شد در ذهن اونها. در هر صورت من اونجا تاکید کردم البته عملیات مجاهدین به این جنبه انتقامی داد و گسترده ترش کرد. منتها من در همون نوشته هام تأکید میکردم یکی از دلایل و شواهدی رو که اون چه که اینها ادعا میکنن واقعی نیست، حالا جدا از دلایل دیگر هم که در کتاب هم اومده، مسئله حکم خمینی برای کشتار نظامیان و سپاهیان پاسدار بود. درست این حکم در روز دوم مرداد سال 67 صادر شده بود و در اونجا هنوز عملیات مجاهدین هم حتی نبود، یعنی خمینی خشمگین نیست، خمینی شرایط آقای مستقی خیلی عذر میخوام بید، ممکنه توضیح خیلی کوتاهی بدین راجع به قطعنامه 598؟ بله ببین میگم خدمتتون. ببین قطعنامه 598 وقتی در واقع 27 تیر ماه سال 67 پذیرفته شد از سوی خمینی، در واقع گردن گذاشتن به درخواست بین المللی برای آتش بس میان جنگ ایران و عراق و شروع مذاکرات برای آتش بس مداوم و همچنین برای انعقاد یک قرارداد صلح بین دو کشور، صلح پایدار. در هر صورت شروعش پذیرش قطعنامه 598 بود که در تیر ماه اتفاق افتاد، در 27 تیر ماه. مسئله در اینجا بود که خب ببینید خمینی در تاریخ دوم مرداد ماه، یعنی نه عملیات مجاهدینه، شرایط مثلا عادیه، این فرمان بیرحمانه و در تاریخ نمونه نداره، درست مثل کشتار سال 67 الان خدمتتون میگم، این فرمان رو صادر میکنه. در اونجا نمیگه به خاطیان، در اونجا نمیگه سربازان، نظامیان، سپاهیانی که به کشور خیانت کردن، نمیگه اونهایی که مثلا به دشمن خدمت کردن، نمیگه اونهایی که در واقع منافع ملی رو فروختن، نمیگه اونهایی که مثلا با حرکتی به نفع دشمن انجام دادن، نه هیچ یک از اینها نیست. تأکید او اینه که کسانی که ضعف نشون دادن یا فرماندهانی که در اثر اشتباهاتشون موجبات خسارت به جانی یا مالی رو به جبهه های اسلام وارد کردن، توجه داشته باشید مسئله اشتباه فرماندهانه، عدم فرماندهی درسته یا ضعف نشون دادنه و نه خیانت. و بعد مجازات رو تعیین میکنه خود شخص خمینی، درست مثل همون چیزی که در کشتار سال 67 اومده، و تاکید میکنه که فقط بر اساس موازین شرعی، برخلاف قوانین دست و پاگیر، قوانین و مقررات دست و پاگیر، اگر این هیئتی که تعیین میشه هر کسی رو تشخیص بده که این به نوعی موجب خسارت شده، حکمش اعدام. و در تمام جبهه ها دستور تشکیل این هیئت رو یا این دادگاه رو یا بیدادگاه رو در تمام جبهه ها میده و این رو تاکید میکنه روش، درست مثل کشتار سال 67. درست کشتار سال 67 هم میگه هر کسی از گروهک ها که در ارتباط با مجاهدینه
در هر مرحله ای از حکم هستن، یا دستگیر شدن، زیر بازجویی هستن، دارن آزاد میشن، از پایان محکومیتشون گذشته، خیلی به پایان محکومیتشون گذشته، فرق نمی کنه. میگه چنانچه هیئت تشخیص بده که همچنان سر موضع اینا محاربن، حکمشون اعدامه، هرچه زودتر اعدام کنید بدون ترحم. خب شما ملاحظه کنید اینجا میگه هر گونه عملی که موجب خسارت شده، اینجا میگه هر کسی برای کشتار زندانیان سیاسی، میگه هر کسی که هیئت تشخیص بده سر موضع است، یعنی درست یکیه، از یک محتوا برخورداره، در به فاصله 4 روز این دو حکم صادر شده. و از طرف دیگه ببینید بیرحمی در کشتار، برای کشتار زندانیان سیاسی خمینی تاکید میکنه رحم نکنید، رحم بر دشمنان اسلام خیانت است به خون شهدا. میگه سرعت رو همش تاکید میکنه و میگه وسوسه و تردید و شک و تردید هم نکنید. این نهایت بیرحمی رو در اونجا در حکمش به طور روشن و صریح میگه. اما در این حکم که برای نظامیان و سپاهیانه، توجه داشته باشید همون بیرحمی وجود داره، در محتواش، در ذاتش اون بیرحمی است. چرا این بیرحمی که عرض کردم تو اینجا هم هست علارغمی که بهش دستوش نمیذاره؟ برای اینکه این حکم داره برای کسایی میده که 7 سال 8 سال برای رژیم جنگیدن، با تمام وجودشون جنگیدن، تمام مخاطراتشون تحمل کردن، حالا جنگ تموم شده، دیگه رژیم نیازی بهشون نداره، حالا میخواد بکشتشون. اول توجه کنید رفسنجانی در هفته های اخیر توی این درگیری های جناحی، توی این دعواهایی که بین باندهای رژیم هست، و بعد از این که اون رحیم صفوی، یحیی رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران، مشاور ویژه خامنه ای، اومد و مطرح کرد که رفسنجانی از همون موقعی که امام فوت کرد در حال برنامه‌ریزی برای تسخیر قدرت و برای آینده بود و اینها. رفسنجانی اومد مطرح کرد، آقای غلامعلی رجایی از طرف رفسنجانی مطرح کرد، در سایتش هم این اومده که رفسنجانی به اینا رحم کرد، میخواستن بکشنشون بر اساس حکم خمینی، اتفاقا خامنه ای موافق اعدامش بود. توجه کنید این تغییر مواضع افراد رو، خامنه ای که و یک کسی رو که میخواستن بکشن اتفاقا همین رحیم صفوی بود. عجب. و رفسنجانی اینو تاکید میکنه روش که یکیش رفسنجانی، عذر میخوام، یکیش رحیم صفوی، یکی دیگه احتمالاً غلامعلی رشیده که رئیس ستاد سپاه پاسداران بود، یکی از فرماندهان اصلی سپاه پاسدارانه، و 3 تا از فرماندهان سپاه پاسداران مشخصاً در تیررس بودن برای اعدام. خلخالی خودش رو آماده کرده خودش رو اعلام کرده بود برای مجازات اینها، و رفسنجانی نپذیرفته بود، فقط گفته بود شما گزارش بیار از جبهه. و رفسنجانی در واقع به خاطر قدرتی که داشت و مخالفتی که با حکم خمینی داشت، حکم رو دور میزنه و اجازه اجرا نمیده. الان عرض میکنم خدمتون، و یه موضوعی به کمکش میاد و اون هم عملیات فروغ جاویدانه. رفسنجانی مخالف، فرمانده کل قواست و از قدرت زیادی برخورداره، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی، در هم و رفسنجانی مانع میشه، وگرنه طبق اون چیزی که در خاطرات رفسنجانی هم اومده، من در مقالم اینها رو عمل آوردم، هم محتشمی هم مهدی کروبی خواستار مجازات و اعدام اینها، و رفسنجانی در خاطراتش هم تاکید میکنه که بزرگان خواستار اجرای اینها. ولی اسم نمیبره. نخه خامنه‌ای رو مشخصا اسم میبره. عجب. و بعد ملاقات یا از نماز جمعه، در نماز جمعه کروبی مشخصا خواهان مجازات میشه، و آقای محتشمی هم نزد خودش میاد، و اینها رو رفسنجانی در خاطراتش آورده و میگه باعث ناراحتی فرمانده سپاه هم شده بود، منتها در اون شرایط رفسنجانی مانع میشه، اما این هیئت رو تشکیل میدن، حالا در جنوبش نگفتن، در غرب کشور تشکیل میدن تمام، ولی ماموریتش رو هم تغییر میدن. در واقع محمد سلیمی که امروز رئیس یکی از دیوان شعب دیوان عالی کشوره و رئیس شعبه یک دادگاه ویژه روحانیت و یه مدتی هم رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود، و ایشون
از طرف رازینی، فلاحیان و رفسنجانی مأمور میشه به تشکیل این دادگاه در غرب کشور. و اونجا مردم یا کسانی که در عملیات فرود جاویدان به مجاهدی پیوسته بودن، اینها رو از عکساش رو میتونید در مقاله من ببینید، اینا رو آویزون میکنن از تیر چراغبر، از درخت ها، این از نمیدونم ساختمون های نیمه کاره. برید این اینا رو نگاه کنید، این جنازه ها رو نگاه کنید، ببینید چه بیرحمی به خرج میدن، ببینید چه جوری اونها رو به قتل میرسونن، و همچنین اسرایی که دستگیر کردن. ببینید در اعدام اینها، این آمد خدمتتون عرض کنم، به لازم مسئله تاریخی عرض میکنم، آیت الله منتظری موافق هستن، حتی در اون مخالفتی که با کشتار 67 میکنن برای زندانیان سیاسی، در همون نامشون به خمینی تاکید میکنن کسانی که اخیرا دستگیر شدن در مرزها، مردم یا به تعبیر ایشون مخالفتی با اعدامشون ندارن. و از طرف دیگه میدونید رفسنجانی چون همه کار است، قدرتمند، همه چیز زیر نظر خودش هست در اون روزها، و از اونجایی که موافق کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اون حکم رو پشتش میره که اجرا کنن تمام و کمال در تمام زندانها، اما این حکم رو که کشتار سپاهیان پاسدار، فرماندهان سپاه پاسدار و نظامیان هست، این رو متوقف میکنه. و میدونید آقای در واقع یکی از کسان دیگه ای که اونجا دستگیر شد و رفسنجانی فرمان آزادیش رو به آقای به رئیس مجموعه نیروهای نظامی، دادگاه نظامی داد، آقای رازینی، سال گذشته تا دولت احمدی‌نژاد ایشون وزیر دفاع بودن و فرمانده سابق سپاه قدس بودن، ولی کن دستگیر شده بود در سال 67 و حاضر به آزادیش نبودن. حتی وقتی رفسنجانی دستور آزادیش رو میده به رازینی، رازینی میگه این رو میبایستی مکتوب بکنید. ببینید یعنی مدرک میخواسته، جانم مدرک میخواسته اونجا داشته باشه، میگه مکتوب بکنید، و رفسنجانی مکتوب میکنه. ایشون در دوره همون عملیات مجاهدین هم فرماندار نظامی کرمانشاه بود و عملا همون جوری که عرض کردم خدمتون، آقای احمد وحیدی ایشون قدرت بسیار زیادی داشت، ولی دستگیرش کردن، میخواستن بکشنش، ولی تعارف نداشتن در اون شرایط. این اسمی رو که میخواستید به یاد بیارید احمد وحیدی بود؟ بله، وزیر دفاع عرض کردم، وزیر دفاع احمدی نژاد، فرمانده سابق سپاه قدس، کسی که در آرژانتین پرونده داره. میدونید که دو سه سال پیش هم که ایشون اومد بولیوی در یک سفری با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجبور شد فرار کنه به خاطر که اینترپول حکم دستگیریش رو داده. بله، یعنی میخوام بگم کسی که دستگیر کردن دو سال 67 و جانش در خطر بود، بعدها به چه مدارج بالای مینیسه و چه پست های مهمی رو داره، شوخی نیست. ایشون میشه فرمانده سپاه قدس قبل از سلیمانی، و بعد ایشون میشه یکی از مسئولین مجمع تشخیص مصلحت بود، تو بخش اون نظامی اونجا بود، و بعد تو مرکز استراتژیک، مطالعات استراتژیک بود، تحقیقات استراتژیک بود، و همچنین ایشون وزیر بود، وزیر دفاع دولت احمدی نژاد. بنابراین میخوام این رو عرض کنم، ببینید یک همچین بیرحمی هایی صورت گرفته در سال 67، و اینها سعی میکنن جنایت خودشون رو تخفیف بدن. من توی این مقاله هم خواستم بگم ببینید اینها همون اعمال داعشی گونه است. آدم ها رو از تیر چراغ برق آویزون کنید، از شاخه درخت آویزون کنید، از ساختمون های نیمه تمام، و جنازه ها رو اون به سرشون بیارید. حالا من عکساش رو بعضی ها رو گذاشتم، میتونن هموطنان ملاحظه کنید. کجا هست مقاله آقای مستقی؟ مقاله رو با عکس ها کجا باید دید؟ در سایت خودم هستش، در سایت پژواک ایران هستش. ببینید بحث بر سر اینه که در فیسبوک هم هست، میتونن مراجعه کنن دوستان. این رو از این بابت عرض کردم که
یه تفاوتی بین داعش هست و رژیم ایران. داعش در کشوری یا در سرزمین هایی الان تسلط داره که بخش زیادی از اون مردمی که در تحت تسلطش هستند اینها همون فرهنگ دارن و اون و نزدیک هستن به اون اقدامات، یعنی بر کسانی حکومت میکنن که بهشون نزدیکن. طبق آماری که اعلام شده بیش از 90% مردم عربستان موافق اقدامات داعش هستن. همین آمار در ارتباط با قطر هست و شما ملاحظه میکنید از سراسر دنیا، حتی کشورهای اروپایی، افراد دارن میپیوندن به داعش. به همین دلیل هم دولت امریکا رسما اعلام کرده که مبارزه با داعش کوتاه مدت نیست، احتمالا 30 سال طول میکشه. قبلا 15 تا 20 سال میگفتن، حالا میگن 30 سال، به خاطر اینکه این دامنه داره، به خاطر اینکه ریشه داره. منتها نظام جمهوری اسلامی بر منطقه‌ای، بر جایی، بر کشوری حکومت میکنه که علارغم همه مشکلاتش، علارغم همه ضعفاش، علارغم همه کمبودهاش، علارغم همه نابسامانی هایی که در مردمش هست، یعنی به وجود آورده شده، منتها به لحاظ فرهنگی متفاوت از رژیمه، متفاوت از حاکمانه. توجه بکنید اگر نظام جمهوری اسلامی بر مردمی حکومت میکرد که باهاش همراه و همخون بودن، همفرهنگ بودن، تردید نکنید که دنیا با چنان معضلی مواجه میشد که اون سرش ناپیدا. امروز بشریت از یه طرف به ما مردم ایران در میتونم بگم بدهکاره، وگرنه موزلی بسیار بسیار بزرگتر از داعش باش در سطح بین‌المللی مواجه میشد. الان بیشتر مشکلات در خود ایرانه، بیشترش خود مردم ایرانن. هرچند مردم عراق، مردم سوریه الان دارن این مشکلات رو به خاطر وجود نظام جمهوری اسلامی تحمل میکنن، یا حتی مشکلاتی که در یمن هست، در بحرین هست، در منطقه هست، بالاخره نظام جمهوری اسلامی در اونا دست داره، یا در افغانستان بوده، اون تا در همین منطقه است. بیشتر فشار رو هم مردم ایران متحمل شدن، اما این مردم، این فرهنگ باعث شده که اینا رو زمینگیر کنه. درست همون اتفاقی که به نظر من همون اتفاقی که در حمله مغول پیش اومد. تو مغول ایران پیشمرگ اروپا شد، ایران در واقع میتونم بگم که ضربگیر شد، به خاطر اینکه اینها وقتی حمله کردن به ایران خب آدمهای بدوی بودن، اینها رسیدن به شهرهای آباد، رسیدن به پول، رسیدن به ثروت، رسیدن به جواهر، رسیدن به زن، رسیدن به همه نعمتها، و اون خوشون فروکش کرد و اون خوی وحشیگری و اون خوی جنایتکاری با اون جنایات عظیمی که در ایران کردن فرو نشست و از اون روحیه سلحشوری خالی شدن یا تخلیه شدن، انگیزه هاشون کمتر شد. به همین دلیل بود که میبینید از ایران به اونورتر نرفتن، وگرنه میتونست این نیروی مهیب اروپا رو هم در نبرده. حالا بعد از چند صد سال دوباره میبینید این ایدئولوژی، این رو میخوام عرض کنم خدمتون، این فرهنگ، این ایدئولوژی اگر زمینه در جامعه ایران میبود و پذیرش میبود، مطمئن باشید که دنیا با خطری بسیار بسیار بزرگتر از اون چیزی که امروز باش مواجهه مواجه میبود. منظورتون اینه که اگر که شرایط اجتماعی و طرز تفکر مردم ما نبود، اونجا هم پذیرا می شدن از این گروه و این داستان ادامه پیدا می کرد با سرعت بیشتری، اینطوره؟ درست؟ نه نه، خود رژیم، خود این رژیم، ببینید این رژیم قابلیت همه این اعمال 100 برابر بیشتر داره، چون قدرت، ببینید ایران در یک منطقه سوق الجیشیه، ایران در یک منطقه بسیار بسیار مهمه و ایران میتونه اگر مردمش دارای همچین پتانسیل، یعنی در واقع همچین همخوانی با فرهنگ رژیم بودن، همخوانی با حاکمان بودن، اگه نبود این مبارزه اجتماعی که در ایران وجود داره، این مقابله‌ای که با اینها وجود داره، اگر نبود اینها، همین حاکمان اسلامی در کشورمون بلایی به سر دنیا می آوردن
که به اون چی که امروز داره قبطه بخوره. منتها مردم ما مانع شدن، این مقابله انرژی اینا رو گرفته، این درگیری انرژی حاکمان کشور رو گرفته و اینها عملا نمیتونن خیلی کارهایی که میخوان بکنن انجام بدن. خیلی ممنونم آقای مصداقی. اشارهی که کردید در کشتار سپاهیان و ارتشیان، یکی از امتیازهایی رو که بین همه ضایعاتی رو که این رژیم به وجود آورده و لطمه هایی که زده اینه که ارتش رو دست نزد. تا چه حد این بحث درسته؟ والا خب میدونید بخش زیادی از فرماندهان ارتش که خب هم اول برخلاف تعهدی که خمینی داده بود، برخلاف تعهد اخلاقی و قول و قراری که هم بازرگان هم بهشتی و هم دیگر مذاکره کنندگان به فرماندهان ارتش داده بودن و به فرمانده ساواک داده بودن، اینها بر اون قول و قرار نموندن. برخلاف تمامی اصول ابتدایی اسلامی و شرعی که تاکید مؤکدی میشه روی قول و قرار و امان نامه، میدونید خمینی به صراحت امان داد، بهشتی این رو در مذاکرات خصوصی همراه با بازرگان بارها بارها روی مسئله تاکید کرد، منتها اجرا نکردن. منتها همون کسانی رو که بهشون تعهد داده بودن اول از همه اونا رو کشتن که دیگه صداشون در نیاد. اینه که خب این اولین اقدام بود یا اولین خیانتی بود که اینها مرتکب شدن، چون نقض تعهد و قول کردن. و از طرف دیگه خب بخش زیادی از کسانی که توانایی داشتن، توانمندی داشتن، اونا رو اعدام کردن، عذر میخوام، از کار برکنار کردن، یا نیروی هوایی ایران در اون کودتای نوژه در واقع ضربه بسیار بسیار سنگینی خورد. بعدها هم میدونید این از سرهنگ به بالا که اصلا همه رو بازنشست کردن و سرهنگ به پایین هم خب دوباره در رده های بعدی بسیاری رو بازنشسته کردن. میدونید یه سربانی مثل مثلا سعید شیرازی چند تا درجه با همدیگه یه ها گرفت و اومد شد فرمانده نیرو زمینی، بعدها دیگران هم که در کنار بودن همین وضعیت رو داشتن. بنابراین ارتش ایران البته ضربات بسیار بسیار مهلکی رو متحمل شد و میدونید بعدها نیروی دریایی ایران خب وقتی که این آقای شمخانی رو فرمانده نیرو دریایی کردن، فکر نمی کنم حتی شنا کردن بلد بود، اینه کردنش فرمانده نیرو دریایی، یه درجه دریاداری هم بهش خامنه ای داد و همینجوری کوپونی شد فرمانده. یعنی ضرباتی که به ارتش و اینها بوده که خب غیر قابل تصوره. اما این رو عرض کنم، همون حکم خمینی، حالا خوب شد اینو فرمودید، من یه موضوعی یادم رفته بود خدمتتون عرض کنم. بخش دیگه از اون حکمی که برای کشتار زندانیان، برای نظامیان و سپاهیان داده بودن، فکر میکنم این یکی رو برای نظامیانی خرج کردن یا برای فرماندهانی خرج کردن که توسط مجاهدین به اسارت گرفته شده بودن در عملیات‌های مختلف. میدونید که در سال 67 فقط در دو تا عملیات مجاهدین 2000 نفر رو به اسارت گرفتن و بعدن در سه سری اینها رو آزاد کردن. یک سریش که اینها رو آزاد کرده بودن خب 1300 خورده ایشون رو من یادم در یک مورد اینها رو آزاد کردن، 1182 تا، و طبق گفته مجاهدین 850شون اونجا موندن در عراق، حالا بعدن خیلیشون جدا شدن ولی لاغر 500-600شون همون در جا اومدن ایران. ما در بهمن ماه سال 67 وقتی که از گوهردشت ما رو به اوین بردن، نکته جالب این بود همه اونایی که مجاهدین اسیر بودن آزاد کرده بودن، اینها رو لب مرز گرفته بودن و آورده بودن اوین. اینا زندانی بودن، خانواده‌شون هم نمیدونست، فکر میکردن خانواده هنوز فکر میکردن اینا عراق هم و در اسارتن، در صورتی که مجاهدین اینها رو در مرداد ماه سال 67 آزاد کرده بودن و اینا بلافاصله در 18 مرداد داده بودن صلیب سرخ و بعد اینا اومده بودن ایران و بلافاصله وقتی وارد خاک ایران شده بودن همه اینا رو دستگیر کرده بودن، اوورده بودنشون در اوین در وضعیت بسیار بسیار بدی
به سر می بردن، بند بالای سر ما بودن و خب لباس نداشتن، ملاقات نداشتن. حتی در اون سرمای زمستون از کمترین پوششی برخوردار نبود و حتی به اینا گفته بودن ما توابیم که اینا جرات نکنن یه موقع با ما تماس بگیرن. البته ما بعدا از طریق مسئول فروشگاه زندان که زنده یاد جعفر کاظمی بود که چند سال پیش اعدامش کردن در سال 89، من از طریق جعفر کاظمی باشون با این افراد سپاهی با این نظامی هایی که آزاد شده بودن تماس داشتیم و خب از طریق او چون به اون اجازه داده بودن یک کمی میوه به او بدن، ما از پول بندمون به طوری که کسی متوجه نشه در اختیار جعفر میذاشتم که میوه بیشتری به اونها بده ولی خب کسی متوجه نشه و به این ترتیب مثلا که به اونها کمک کنیم یا حتی سیگار بهشون میدادیم و اینها. منظورم اینه که من خودم شخصا اون موقع فرماندهان اینا رو اونجا ندیدم، یعنی فرماندهانی که دستگیر شده بودن و عکساشون در نشریه مجاهد هست همون موقع. اینها کسانی که درجه دارای مثلا حالا سرگرد بودن، سرهنگ بودن، سربان بودن، اینا دستگیر شده بودن، هیچ کدوم اونا در میون این افراد نبودن یا لااقل من ندیدم. من فکر میکنم بخشی از اینا هم میتونن اعدام شده باشن. آقای مستاقی، ما 2 دقیقه و نیم دقیقا فرصت داریم. الان با این شرایطی که برای عراق پیش آمده، پیشرویایی که داعش و یا این آیس داره، وضعیت مجاهدینی که اونجا باقی موندن در چه حاله، خبری دارید؟ نه، در اصل مجاهدین که در بغداد هستن، نزدیک فرودگاه هستن، در کمپ لیبرتی هستن و خبری نیست. البته میدونید که بغداد در خطر سقوط بود، خوشبختانه دیگه این خطر نیستش و متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم در روزهای اولی که این داعش سر برآورد در عراق و در موصل به خصوص و بعد هم شهرهایی که داشتن محاصره میکردن و تسخیر میکردن، نینوا رو و بعد تل عفر رو و شهرهای دیگه عراق رو، اون موقع متاسفانه مجاهدین در سایه القاعات و تحلیل‌های نادرست رهبری خودشون، رهبری که امروز نشون داده از حداقل صلاحیت برخوردار نیست و مطلقاً احساس مسئولیت برای جان این افراد نمی‌کنه و بیشتر به دنبال منافع فردی و شخصی خودش هستش، اینها اظهار شادمانی میکردن، سعی میکردن حتی اصلا داعش رو نفی کنن، میگن اصلا داعشی نیست، اینا انقلابیون عراقی هن، عشایر انقلابی هن. و من حتی در اون گزارش 93 به این مسئله تاکید کردم و توضیح دادم که اتفاقا به خاطر این مسائلی که وجود داره بزرگترین پیروز میدان در عراق و سوریه دولت بشار اسد خواهد بود و اتفاقا نظام جمهوری اسلامی به خاطر که از این فرصت استفاده میکنن برای نزدیکی به غرب، برای حل و فصل مسائلشون با غرب و امریکا و اینها، و حتی اینها اظهار شادمانی میکردن و در اشیاتشون و از اینکه بغداد در انقلابیون دارن پیشروی میکنن به سمت بغداد. خوشبختانه این مسئله اتفاق نیفتاد و من میتونم بگم امروز بایستی این مجاهدینی که در لیبرتی هستن خدا رو شکر کنن که همچین چیزی اتفاق نیفتاد، وگرنه قطعا مردهاشون که سرهاشون رو میبریدن و زنهاشون رو که چون اینا شیعه هستن همه، زنهاشون رو حتما در بازار میفروختن به بردگی و اسارت میبردن. و میدونید رهبران داعش 30 ثانیه وقت داریم آقای مستاقی، تاکید کردن روی مسئله که به هر خونه ای که رسیدین سر شیعیان رو ببرید. آقای مستاقی بی‌نهایت ممنونم، سوالات زیادی، لیست بزرگی دارم از سوالاتی که میخواستم با تو مطرح کنم، متاسفانه وقتمون محدود بود. امیدوارم در برنامه‌های آینده خیلی زود بتونیم دنباله این صحبتاتون رو ادامه بدید، به خصوص اطلاعاتی رو که دارید راجع به همین مسئله مجاهدین و سایر مسائل. و از شما خداحافظی میکنم، بهتون شب بخیر میگم و تا فرصتی دیگر که با شما خواهم بود از شما و بینندگان خداحافظی میکنم، به اتفاق همکار خوبم امیر درخشان که مثل همیشه یار و همیار من بود در اجرای این برنامه. روز و روزگار به شما خوش.